الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله, الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين در جلسه قبل بحث معیار صدق و در گزارهای اخلاقی و حقوقی را مطرح کردیم دیدگاهی عقل گرایان و در رأس آنها ایمانیل کانت آلمانی را مطرح کردیم و عرض کردیم که ایمانیل کانت از چهره هایی هست که در بحث اخلاق حقیقتا کار کرده و تلاش کرده است و ایشان در کتاب نقد عقل محس اول میآید محدوده و قلم روی عقل نظری را محدود می کند و اون قلم روی گسترده و اون اعتبار بالایی را که فیلسوفان قبلی برای عقل نظری قائل بود در واقع اون اعتبار را پایین می آورد و اون قلم را, و را محدود می کند که در درس های قبلی خدمت شما عرض شد و یکی از کارهای او این هست که عقل عملی را سعی می کند فربهتر بکند و نقش آن را پررنگتر بکند و یکی از کارهای او این بود که قائل به عوامر مطلق شد حداقل سه تا امر مطلق را که اصول و اساس سایر اوامر و قوانین هست ایشان گفت اینها از ابداعات عقل از قوانینی است که عقل به تنهایی و مستقلا این قوانین را دارد و ایشان در بحث رابطه دین و عقل حتی میگوید که دین هم و اوامر دینی هم اگر خود را با این قوانین عقلی وفق بدهد ماندگار می شود و ایلا اون دین هم دیگر از اون اعتبار و روایی لازم برخوردار نخواهد بود لذا ایشان عقل عملی را خیلی پررنگ می بیند و عوامیر امر مطلق را که برگرفته از عقل عملی است اساس هر گونه قانونگذاری در عرصه های مختلف اخلاق و حقوق و سیاست و مدیریت و مسائل از این قبیل می داند. و عرضم کردیم که این نظریه ایشان برای تدوین حقوق بشر جدید غربی هم نقش اساسی و کلیدی داشته است به خصوص اون قانون دوم ایشان Human Being as an End in Itself کرامت ذاتی انسان که ایشان قائل هست و بر اساس آن باید هر انسانی به مسابه غایت فی نفسه نگاه شود و به هیچ عنوان نگاه ابزاری به انسان درست نیست خب این در واقع به عنوان اساس حقوق بشری غربی در دنیای امروز مطرح است از این نظر توجه به نظر ایشان حائز اهمیت است جناب استاد در نقد نظر ایشان این نکته را مطرح می کند خب ایشان ادراکات عقل عملی را یعنی قوانین اخلاقی و قواعد اخلاقی را بدیهی می دانند بینیاز نیاز از هر گونه استدلال می دانند و طبیعتا مطابقت این قوانین با وجدان اخلاقی و عقل عملی را معیار صدق این گزاره ها می داند خب اراده که جناب استاد می گیرد گفتیم در یک سطر است ولی یک دنیا مطلب را با خود دارد و من لازم دیدم که این را یک مقدار بازش کنیم اولین ایراد این است که ظاهر حرف کانت اینه که ایشان قائل به دو عقل هست یک عقل نظری و یک عقل عملی و این دو تا عقل را از یک دیگر جدا می دانن. در حالی که در وجود انسان یک عقل بیشتر نیست و تفاوت این عقل در ادراکاتش هست یعنی اونجایی که مسائل نظری هست عقل نظری ما درک می کند اونجایی که مربوط به مسائل رفتاری و عملی می شود اون نحوه درک را میگیم درک عقل عملی پس یک عقل است مسائل مربوط به هست و است و مسائل نظری را وقتی درک میکند ما میگوییم احکام عقل نظری مسائلی که مربوط به رفتار و عمل میشود وقتی عقل ما درک میکند ما میگوییم مسائل مربوط به عقل عملی حالا برخی ها گفتن که تفاوت عقل نظری و عقل عملی در مدرکاتش هست در اینجا هم بحث هست که برخی ها گفتن عقل نظری مدرک کلیات هست و عقل عملی فقط مدرک جزئیات هست نظریات متعددی در بحث تفاوت عقل نظری و عقل عملی وجود دارد اما اینکه ما دو تا عقل داشته باشیم چنین چیز قابل قبول نیست البته تعملی که راجع به حرف‌های جناب استاد مصباح میشد داشت این است که اگر به آثار دکانت دقت بکنیم هر چند برخی از بحث‌های او مشعری به همین هست که انسان دو تا عقل دارد ولی در کل میتوان گفت که جناب کانت هم قائل به دو تا عقل نیست ایشان هم تفاوت عقل نظری و عقل عملی را در نحوه ادراک میدانند خب اما بخش دوم فرمایش جناب استاد که میگوید انفکاک مدرکاتی اونها یعنی انفکاک قلم رو عقل نظری از عقل عملی انفکاک ارزش ها که همون باید ها هست از هست ها که همون واقعیت ها هست این یکی از کلیدی ترین بحث ها در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق در دنیای امروز هست قبلا هم یک اشاره به این بحث کردیم در اینجا اندیشه اسلامی از اندیشه غرب جدا می شود تفاوت فوق العاده اساسی در همین جا هست اصلا ریشه سکولاریزم و در واقع جدایی دین از مسائل سیاسی و اجتماعی هم در همین نکته نهفته است که آیا این ارزشها یعنی قلمروی بایدها و نبایدها که اخلاق و حقوق و مدیریت و تعلیم و تربیت از آن حرف میزند از قلم روی حس ها و نیست ها که عمدتا در علوم فلسفی مطرح است آیا این دو تا قلم روی کاملا جدا از یکدیگر است؟ ارزش ها جدای از هستهاست. اون چیزی که معمولا میگوید رابطه باید و هست رابطه باید ها و نباید ها با حس ها و نیست ها تا قبل از دیویدهیوم تقریبا همه قبول داشتند که بایدها و نبایدها به عنوان مدرکات عقل عملی ریشه در هستها و نیستها به عنوان مدرکات عقل نظری دارند لذا ابتنای عقل عملی و ادراکات عقل عملی بر عقل نظری را فی الجمله همه قبول داشتند اولین بار دیوید هیوم آمد از گپ و فاصله بین بایدها و نبایدها و ها و نسها سخن گفت و قائل شد که قلم روی ها از قلم روی در واقع ها جدا هست و جناب کانت هم این حرف را قبول دارد بله یکی از ایراده های اساسی فلسفه اخلاق کانت میتواند همین باشد که ایشان قلم روی باید ها و نباید ها را از هست ها و نیست ها جدا می داند قلم روی عقل نظری را از عقل عملی جدا می داند. بین مدرکات عقل عملی و مدرکات عقل نظری این ارتباط منطقی را انکار می کند لذاست که این ادراک عقل عملی و عقل نظری با همدیگر ارتباط منطقی ندارد وقتی این ارتباط منطقی قطع شد لازمه قطع شدن این یعنی ارتباط منطقی قطع شدن ارتباط بین ایدئولوژی و جهان بینی است اون چیزی که در اصطلاح امروز رایجه. ما معمولا برای اینکه این بحث را خوب بفهمیم باید توجه داشته باشیم سه تا جهان و قلمرو وجود دارد یک قلمروی باورها یک قلمروی ارزشها و نظامها یکی هم قلمروی رفتارها خب جهان بینی اسلامی اندیشه اسلامی این گونه معتقد است بر اساسی الذین آمنوا و عمل الصالحات که ایمان و عمل صالح را در کنار هم میبیند مکمل یکدیگر میبیند اسلام میگوید که باورها جهانبینی انسان را تشکیل می دهد این بایدها و نبایدها یعنی نظام های ارزشی ایدئولوژی را تشکیل میدهد. این ایدئولوژی برگرفته باید از جهان بینی و مبتنی بر جهان بینی یعنی بر باورها باشد بین ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها و نظام ارزشی چه نظام اخلاقی، چه نظام حقوقی، چه نظام اقتصادی، چه نظام مدیریتی، چه نظام سیاسی بین این نظام ها با اون جهان بینی یعنی باورها و اصول عقاید باید ارتباط منطقی و سازگاری کامل وجود داشته باشد باید نظام ها تابع بینی باشد از سوی دیگر نظام رفتاری ما باید کاملا تابع نظام ارزشی ما باشد ما باید پیرو نظام اخلاقی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام مدیریتی و نظام تربیتی باشیم. یعنی این سه تا جهان و سه تا قلم رو با یکدیگر دیگر ارتباط منطقی دارد. نباید رفتار ما برخلاف نظام های ارزشی ما باشد. نباید نظام های ارزشی ما برخلاف باورها و جهانبینی ما باشد. منتها در دنیای غرب میگوید که باید نظام رفتاری ما تابع نظام ارزشی ما باشد باید رفتارهای ما بر اساس قواعد اخلاقی قواعد حقوقی و قواعد سیاسی باشد در این تردید نیست اما نباید اونها میگوید لازم نیست بلکه نباید لازم نیست بلکه نباید نظام های ارزشی برگرفته از جهان بینی از باورها باشد این رابطه منطقی بین باید ها و نباید ها را که مربوط به عقل عملی میشه با حس ها و نیست ها که مربوط به عقل نظری میشود این رابطه منطقی و این ارتباط ضروری را اونها قطع میکند میگوید نباید اون باورهای خود را در قانون گذاری و در وضع قوانین اخلاقی و سیاسی و حقوقی دخالت بدهیم سکولاریسم یعنی همین معنای دقیق سکولاریسم یعنی همین که نباید باورهای دینی و اون انگیزه های دینی در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت بکنند جناب کانت با آنکه ایمانگرا هم هست فیدئیسم هست ایشان رابطه بین عقل نظری و عقل عملی را اون رابطه منطقی را قبول ندارد ضمن این که ایشان عقل عملی را اصل می داند و عقل نظری را در واقع فرع می داند. یعنی به یک معنا ارتباط منطقی اما از نوع معکوس در فلسفه اخلاق کانت دیده می شود ایشان حتی اعتقاد به خدا و اعتقاد به جاودانگی نفس را به عنوان باورهایی که مربوط به عقل نظری می شود مبتنی بر همین باورها در مبتنی بر همین قوانین اخلاقی در عقل عملی می داند ایشان می گوید که ما چرا معتقد به خدا هستیم چرا معتقد به جاویدانگی نفس هستیم چون اینها پشتوانه این قوانین و قواعد اخلاقی هست به خاطری ای که این عوامر مطلق هست و این قوانین اخلاقی هست ما باید خدا و جاویدانگی نفس را هم داشته باشیم یعنی ایشان از قوانین و قواعد اخلاقی پل میزند به یک سری باورهایی که مربوط به عقل نظری می شود خب این بحث در یک جلسه یا دو جلسه یا پنج جلسه قابل عرضه نیست یک بحث بسیار مفصلی هست عزیزانی که مایل باشند بحث رابطه هست ها با باید ها یا رابطه عقل نظری و عقل عملی را خوب متوجه بشوند من ارجاع می دهم ده به کتاب جناب آقای دکتر محسن جوادی مسئله باید و هست یا خدمت شما عرض شود که به همین کتاب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی جناب آقای دکتر مشتبا مصباح با همراه یک عده از نویسندگان دیگر زیر نظر مستقیم آیت الله مصباح نگارش شده است اینجاها شما می توانید این بحث را تا حد مفصلتر ببینید و دیدگاه های در واقع راجع به نحوه ارتباط عقل عملی و عقل نظری و دیدگاه های مختلفی که راجع به عقل نظری و عقل عملی وجود دارد در اون رساله دکتری اینجانب تحت عنوان ظرفیت ها و محدودیت های رویش استنتاجی در فلسفه تعلیم تربیت اسلامی در اونجا هم ما این بحث را آوردیم اونهایی که خواستار تحقیق بیشتر باشد میتوانند مراجعه کنند دومین اشکالی که جناب استاد بر نظریه کانت یا عقلگرایی در عقل عملی در ارزش ها میگیرد این است که همون ایراده هایی را که ما در بحث بدیهیات عقلی از دیدگاه عقلگرایان غربی بیان کردیم بر نظریه دیکارت بیان کردیم همون اراده ها اینجا هم بر بدیهیات عقل عملی هم وارد است اونجا ما وقتی نظریه دیکارت رو بررسی می کردیم عرض کردیم که بداحت به اون معنای دیکارتی قضیه که عقل ما این ادراکات را با خود داشته باشند و همزاد عقل باشند از ابتدا چنین چیزی باشد ما بلوجدان چنین چیز را نمیابیم که عقل ما بدون هیچ گونه مقدمه بدون هیچ گونه زمینه و شرایطی این ادراکات را ذاتا و فطرتا با خود داشته باشند ضمن این که در اونجا عرض کردیم که بداهت این در واقع قضایا این تضمینش و مطابقتش با واقع از کجاست اگر کسی بگوید که عقل ما اگر به گونه دیگری ساخته میشد ممکن دیگر گونه میفهمید یا اساسا عقل یک موجود عاقل دیگر غیر از انسان آیا همین گونه که ما میفهمیم همین گونه میفهمد اینا بحث های هست که نیاز به بحث های معرفت شناختی جدید دارد لذا در اونجا گفتیم ما باید اول ارزش معرفت شناختی ادراکات عقلی رو ثابت بکنیم بعد بیاییم بالاخره به این بحث ها و فطریات عقل را اینا را مورد بررسی قرار بدهیم همون اراده هایی که در اونجا وارد شد در اینجا هم وارد هست یعنی بدون هیچ گونه پیش زمینه و پیش شرایطی خود به خود عقل ما اینها را فطرتا درک بکند و با خود داشته باشد چنین چیزی قابل قبول نیست خب بعد اینا وقتی صحبت از بدیهیات میکند در اینجا معنیش این است که یعنی اینها دیگه هیچ گونه نیاز به استدلال و برهان عقلی ندارد ارزشش کاملا بدیهی و ذاتی هست در حالی که این گونه نیست ما اگر بحث عقل و برهانهای عقلی را به عنوان پشتوانه این اصول نداشته باشیم قطعا اون اعتبار معرفت شناختی که باید داشته باشند نخواهند داشت لذا اینها معلل هستند لذا اینها نیازمند براهین عقلی هستند و قبلا باید با برهان های عقلی ارزش اینها اثبات شود خب تا اینجا دیدگاه هایی که راجع به معیار صدق در قضایای ارزشی بود بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت اما اینک نظریه مختار در بحث معیار صدق جناب استاد قبل از آن که نظریه خود را در بحث ارزش ها بیان بکند معیار صدق در گزاره های ارزشی بیان بکند چند تا مقدمه را ذکر می کند اولین مقدمه این است که قضایای اخلاقی و حقوقی مربوط به رفتارهای اختیاری ما می شود چون رفتار انسان دو گونه رفتار اختیاری و رفتارهای غیر اختیاری اخلاق و حقوق فقط راجع به رفتارهای اختیاری انسان صحبت می کند لذا اگر ما اختیار را نفی کنیم و قائل به جبر شویم عملا دیگر اخلاق و حقوق معنای خود را از دست می دهند. جبرگرایان دیگر نمیتوانند عملا از اخلاق حرف بزنند این اولا و این رفتارهای اختیاری ما همون ابزارها و وسایلی است که ما را به مطلوب میرساند ما این رفتارهای ارادی و اختیاری را اختیار میکنیم با اراده انجام می دیم تا به اون مطلوب خود برسیم همین در واقع مطلوبیت اون هدف و ابزار بودن این رفتارها برای رسیدن به اون مطلوب این بعد ارزشی گزارهای اخلاقی و گزارهای حقوقی را تأمین می کند وقتی میگیم این گزاره ها ارزشی هست برای همین که این در واقع مربوط به رفتارهایی می شود که این رفتارها برای رسیدن به اون اهداف مطلوب انجام می شود خب اما مطلب دوم و مقدمه دوم این است که اهداف چند نوع می تواند باشد اهدافی که انسان برای رفتارهای خود تعیین می کند این اهداف چند نوع می تواند باشد اول اهداف مادی و طبیعی اهداف دنیوی اهداف عمدتا مربوط به ارزای غرایز حیوانی انسان عمدتا اهداف رفاهی برخی از رفتارهای اختیاری انسان و تلاشها و کارهایی که انسان در زندگی انجام میدهد غرضش تأمین نیازهای مادی و اشباع غرایز طبیعی و حیوانی انسان و تأمین رفاه انسان در زندگی مادی است نوع دوم هدف که قدر متعالی تر است اون اهداف اجتماعی هست نظم اجتماعی عدالت اجتماعی و خدمت شما عرض شود ثبات اجتماعی ترقی و توسعه جامعه اینها اهداف هستند که از اون اهداف فردی و اهدافی که صرفا برای اشباع برقی از غرایز هست متعالی تر هست بالاتر هست هدف سومی که مرتبه سوم و بالاتری که انسان میتواند برای خودش هدف قرار بدهد اون سعادت حقیقی انسان هست سعادت اخروی انسان هست اهداف معنوی و اخروی هست که این اهداف معنوی و اخروی انسان از اهداف سیاسی اجتماعی هم بالاتر است مرتبه چهارم که انسان می به یک هدف بالاتر و والاتر و انسانی تر و معنوی تر بیاندیشد اون رسیدن به کمال مطلق و قرب به خداوند متعال هست که اون فوز اکبر و در واقع فلاح حقیقی انسان در آن هست بنابراین چهار مرتبه انسان می تواند در چهار مرتبه که البته بین این مراتب هم مراتب متعدد قابل تصور هست ولی در یک دستبندی کلان جناب استاد به این چهار مرتبه تقسیم بندی می کند اهداف فردی که با غرض تأمین غرائز و خواسته های نفسانی و حیوانی انسان انجام می گیرد دو اهداف اجتماعی که بعضا این اهداف فردی و غرایز طبیعی و حیوانی ما را کنترل میکند یعنی ما رس برای رسیدن به اون اهداف اجتماعی نظم اجتماعی عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی ناگزیر از برخی اهداف فردی و خاصه های شخصی خود دست برداریم و اهداف معنوی و اخروی که برای رسیدن به اون اهداف چه بسا از بسیاری از مزایای مادی و دنیوی ممکن است خود را محروم بکنیم و خواسته های مادی و دنیوی خود را مهار بکنیم تا بتونیم به اون اهداف معنوی و اخروی برسیم و اون هدف متعالی که کمال نهایی انسان و میتوان گفت هدف نهایی انسان هست و بقیه اهداف اهداف متوسط اهداف متوسطن ولی اون هدف قایی و نهایی انسان که قرب به خداوند متعال است که او از همه متعالی تره پس این در واقع نکته سومی که جناب استاد اشاره می کند که ما اهداف متعالی در طول هم میتونیم داشته باشیم و منشه این ارزش ها کدام یکی از این اهداف میتواند باشد خب اهداف فردی و اهداف صرفا مادی اینها مستقیما ارتباط با مسائل حقوقی و اخلاقی ندارد این خواص های فردی و غریزه انسان نمیتواند منشأ و خواستگاهی برای احکام و قوانین اخلاقی و حقوقی باشد اما اون ارزش های اجتماعی اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی مانند ثبات و امنیت اجتماعی و اهدافی که عمدتا برای حقوق مطرحه بله این اهداف که در واقع مهار کننده امیال و خواسته فردی انسان هست اینها فی الجمله می توانند به عنوان یک خواستگاه در همون سطح خودش باشد و اون اهداف معنوی اخروی و فرادنیوی انسان بله اون اهداف هم می توانند خواستگاه برخی از ارزشهای متعالی اخلاق و حقوق و تعلیم و تربیت باشد اما متعالی ترین هدف که او خواستگاه اصلی و منشه اصلی همه ارزش ها هست اون رسیدن به قرب الهی و قرب به کامل یا کمال مطلق است که اون میتواند منشأ و اساس همه ارزش ها باشد و سایر ارزش ها هم اعتبار و سندیت خود را از اونجا میگیرد بنابر این در یک کلام میشه گفت که خاصگاه و منشه اصلی این ارزش ها ارزش های اخلاقی و حقوقی این است که ما برای رسیدن به خواستهای های متعالی تر و اهداف والاتر و بلندتر از یک سری خواسته و تمایلات پایینتر خود دست برداریم برای رسیدن به اهداف بلند اجتماعی از یک سری خواستهای فردی و غرایز فردی خود دست برداریم برای رسیدن به اهداف اخروی از یک سری اهداف و خواسته دنیایی خود می توانیم صرف نظر کنیم در مقام تزاهم البته این به این معنا نیست که دنیا با آخرت با همدیگر در تضاد باشد ما برای رسیدن به آخرت از دنیا دست برداریم و طرفدار روحانیت باشیم اصلا دین اسلام دین روحانیت نیست نه نه تنها دنیا تضاد با آخرت ندارد بلکه دنیا مزرعه آخرت است دنیا زمینه را برای آخرت آباد فراهم میکند مهم این است که گاهی وقتها برخی از خواسته‌های دنیوی و اخروی اگر در تزاد قرار میگیرد ما اون اهداف اخروی و خواسته‌های اخروی را بر ها و اهداف دنیوی مقدم بداریم و نگاه ما به مسائل و ارزش‌های دنیوی و خواسته‌های دنیوی یک نگاه ابزاری باشد نه یک نگاه استقلالی ولی اگر ما به جایی برسیم که فقط قرب الهی و رسیدن به خدا و اون کامل مطلق و کمال مطلق برای ما موضوعیت داشته باشد و ارزش داشته باشد اینجاست که در واقع حتی ما اهداف دنیایی و اهداف اخروی را هم به پای اون هدف بالاتر که و رضوان من الله اکبر قربانی میکنیم یعنی حمت ما بالاتر میرود. به این معنا نیست که ما دست از دنیا برداریم به این معنا نیست که دست از های بهشتی و اخروی برداریم نه اینها چون که صد آید نوت هم پیش ماست کسی که به قرب الهی برسد و او را هدف خود قرار بدهد صد را هدف خود قرار بدهد کسی که به صد برسد به نوت هم میرسد به هشتاد هم میرسد به هفتاد هم میرسد لذا مهم این است که ما این سطوح و لایه ها را و این اهداف را که در طول یک دیگر قرار دارد اینها را در نظر گرفته به عنوان منشه و خواستگاه ارزش های اخلاقی و حقوقی در نظر بگیریم و برای رسیدن به اون خواست متعالی تر تلاش کنیم که از این در واقع خواسته فروتر دست برداریم ادامه مطلب و بیان نظریه مختار در بحث گزاره ها و قضایای اخلاقی و حقوقی را انشالله در جلسه بعد پی میگیریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم <تصفح> صل على محمد و آل محمد اللهم صل محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد